أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. همطور که ازتون مستحضر هستن، در زیل آیه شریفه 90 سوره نحل مایل هستیم که تعریفی نسبتا دقیق از عدل در افعال عباد الهی ارائه بکنیم. اگر بنا باشه بندگان خدا بر محور عدالت حرکت بکنن، یعنی چی کار باید بکنن تا بر محور عدالت رفتار اونها پایدار باشد. بر این اساس عزیزان با همدیگر آیه شریفه و ترجمه‌اش رو استماع میکنیم و وارد بحث میشیم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. در حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خیشاوندان فرمان می‌دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می‌دارد. به شما اندرز می‌دهد، باشد که پند گیرید. خب آیه شریفه و ترجمه‌اش رو استماع فرمودید، وارد بحث تبیین کلمه عدل میشیم. کلمه عدل رو عزیزان از کتاب شریف بیان السعاده برای شما تبیین میکنم. در زیر آیه شریفه ان الله یأمر بالعدل، ایشون کلمه عدل رو اینطور تبیین فرمودن. می فرمون العدل التوسط بین طرفی الافراط و التفرید فی جملت الامور. منظور از عدل میان روی و توسط بین طرفین افراط و تفرید در همه امور هست. میان روی به این معناست که انسان عزیزان نه افراط کنه نه تفرید بکنه و در همه امور زندگیش کوشش بکنه میانه رو باش. بنابراین یکی از مفاهیم عدل میانه روی التوسط و بین طرف الافراط و تفرید فی جملت الامور. او یکی دیگه از معانی که برای عدل ذکر شده و تعاریفی که برای اون آمده است اینه: وضع کل شیء فی موضعه، قرار دادن هر چیزی در موضع شایسته ای که خداوند سبحان برای اون مقدر کرده است یا مقرر داشته است رو بهش میگن عدل. ببینید عزیزان، هر شیء رو خداوند سبحان خلق کرده است برای اون جایگاه شایسته ای تعیین فرموده. حالا این تعیین یا به نحوه تکوینی است یا به نحوه تشریعی. نحوه تکوینی تعیین به این صورته که مثلا سینه رو در نظر بگیرید در بانوان برای تغذیه کودکان. وقتی بررسی میکنید ملاحظه میکنید تمام ساختار سینه مادر با دهان کودک و سیستم های تابع اون دو چقدر با هم دیگه سازگاری دارن. بنابراین قرار دادن هر شیئی در موضعی که خداوند سبحان تکوینن یا تشریع برای اون مقدر و مقدر داشته است میشه عدل. مثلا یه آقای ایستاده در محراب میخواد اقامه جماعت بکنه. از کجا میفهمیم آیا ایشون در جایگاه خودش قرار داره یا نه؟ از شرایطی که برای امام جماعت در احکام شرعی آمده است. بنابراین قرار دادن اشیا در موضع شایسته‌ای که خداوند سبحان برای اونها مقدر و مقرر داشته است به این مفهومی که ما با توجه به ساختار وجودی هر موجودی و با توجه به قوانین و مقررات الهی جایگاه اشیا و اشخاص رو تشخیص بدیم و اونها رو در موضع شایسته‌ای که خداوند سبحان مقرر و مقدر داشته است قرار بدیم. اینم میشه عدل. حالا بعد می‌فرماد و هو یحصل به معرفت تفاصیل الاشیاء. چگونه امکان پذیر هست که ما توسط پیشه کنیم، میانه رو باشیم، افراط نکنیم، تفریط نکنیم
یا هر شیئی رو در موضع شایسته‌ای که خداوند سبحان برای اون مقدر و مقرر داشته است قرار بدیم، امکان نداره مگر اینکه شناخت کامل و جامعی، یک شناخت تفصیلی از اشیاء داشته باشیم. اینجا چون عزیزان فرصت کمه، من نمیتونم برای شما این عبارات رو به طور کامل تبیین بکنم. اجمالا میخوام خدمت شما عرض کنم هر شیئی از اشیاء در این عالم دارای مراتبی است. مثلا مراتب علم رو در نظر بگیرید، مراتب زیبایی رو در نظر بگیرید، مراتب ثروت رو در نظر بگیرید، مراتب بزرگی و عظمت رو در نظر بگیرید. هر شیئی در این عالم دارای مراتبی است و در نتیجه قرار دادن اون شیء در جایگاه شایستش باید با لحاظ مرتبه اون شیء باشه تا عدالت برقرار بشه. باز هر شیئی از اشیاء عالم عزیزان دارای مقاماتی است. اگر ما مقامات اشیاء رو در نظر بگیریم، مثلا یک انسان از نظر تحصیلی دوره ابتدایی رو داره، دوره متوسطه رو داره، دوره عالی رو داره. اینا هر کدوم مقامات یک انسان در مراتب تحصیل کلاسیک هستن. اگر بنا باشه عدالت برقرار بشود، اشخاص و اشیاء در جایگاه شایسته خودشون قرار بگیرن، باید مقامات اشیاء هم لحاظ قرار بگیرن. چنان که استحقاق هر شیء عزیزان با شیء دیگر متفاوت است. شما انسانها رو در نظر بگیرید، هر کدوم استحقاق ویژه خودشون رو دارن. یک خانم استحقاق ویژه خودش رو داره، یک آقا استحقاق ویژه خودش رو، یک کودک استحقاق ویژه خودش رو داره. این مال انسانها. در مورد سایر اشیاء و اشخاص هم قضیه عزیزان به همین صورت. به علاوه عزیزان هر شیء و شخصی در این عالم دارای تعیناتی هست که اون تعینات هم در تعیین جایگاه اون بسیار مؤثرن. مثلا فرض کنید یک کسی تا دیروز مؤمن بوده، امروز مرتد شده است. تعین او در مقام ایمان با تعین او در مقام ارتداد جایگاه او رو تغییر میده. لذا زمانی ما میتوانیم انسانی متوسط باشیم، نه افراط بکنیم نه تفریط بکنیم و هر شیء و شخصی رو در جایگاه شایسته‌ای که خداوند سبحان برای اون مقدر و مقرر داشته از قرار بدیم، که معرفتی کامل و جامع و تفصیلی از اشیاء و مراتبشون و مقاماتشون و استحقاقهاشون و تعیناتشون داشته باشیم و به لحاظ این مراتب و مقامات و استحقاقها و تعینات اونها رو در جایگاه شایسته خودشون قرار بدیم. لذا می فرماد و هو یحصل به معرفت تفاصیل الاشیاء، به مراتبها و مقاماتها و دقائق استحقاقاتها به حسب تعیناتها. که البته یک چنین تفصیلی برای انسانها تکلیف ما لایطاقه، چون ما زمانی می توانیم همه اشیاء رو با تمام مراتب و مقامات و استحقاقها و تعیناتشون ببینیم که علم ما متصل به علم ذات اقدس احدیت باشه. لذا زمانی ما میتوانیم جایگاه های دقیق و صحیح اشیاء و اشخاص رو دریابیم که عقل خودمون رو به انقیاد وحی در بیاریم و در پرتو وحی عقل ما جایگاه های اشیاء و اشخاص رو تعیین بکنه. به تعبیر دیگه ما انسان‌ها هرچه هم در مراتب عقل و علم بالا و بالاتر بریم، تفصیلاتی در اشیاء و مراتب و مقامات و استحقاقها و تعینات اونها وجود داره که از دیدگان عقل ما مخفی میماند و در نتیجه ممکنه ما در جایگزینی اشیاء و اشخاص رعایت موضع صحیح اونها رو نکنیم. بدین لحاظ معرفت تفصیلی نسبت به اشیاء و مراتب و مقامات و استحقاقها و تعیناتشون فقط و فقط از طریق وحی امکان پذیر هست و اون وحی گاهی به طور مستقیم بر نبی و رسول نازل می شود و اوست که جایگاه های اشیاء و اشخاص رو تعیین می کند. گاهی با اتصال به نبی و رسول یک چنین معرفت تفصیلی برای انسان حاصل می شه. لذا عزیزان ما زمانی به معرفت لازم دست پیدا می کنیم
که اون معرفتی که مقدمه رعایت عدالت هست، که متصل به نبی و رسول باشیم. بدون اتصال به نبی و رسول و وسائط فیض اون بزرگوار که ائمه خدا علیهم صلوات الله هستن، ما نسبت به تفاصیل اشیاء معرفت لازم رو کسب نمی کنیم و در نتیجه نمی توانیم مراتب، مقامات، استحقاقها و تعینات اشیاء رو درک بکنیم و اونها رو در موضع شایسته خودشون قرار بدیم. یکی از تعاریفی که برای عدل ذکر شده اینه: و اعطاء کل ما تستحقه به حسب اقتضاء تبائعها فی التکوینیات و اقتضاء افعالها فی التکلیفیات. عنایت داشته باشید عزیزان، در ادامه تعریفی که برای عدل ذکر کردن میگن فقط تحصیل معرفت تفصیلی از اشیاء و مراتب و مقامات و استحقاقها و تعیناتشون کافی نیست، بلکه علاوه بر اون باید ما هر چیزی رو، اون چیزی که استحقاقشو داره به حسب اقتضای طبیعتش در تکوینیات یا اقتضای افعالش در تکلیفیات، اون رو بهش اعطا بکنیم. اگر این کار رو بکنیم این میشه عدل، اگر این کار رو نکنیم در واقع عدلی پایدار نمیشود. حالا دقت بکنید عزیزان، هر شیئی در این عالم استحقاقی داره. استحقاق اون رو چی تعیین میکنه؟ طبیعتش عزیزان. اگر شما طبیعت اشیاء رو مورد بررسی قرار بدید، مقتضای طبیعت همه جانداران، همه موجودات، همه گیاهان یکسان نیست. بنابراین یکی از عناصر مهمی که نشون میده که هر شیئی چه استحقاقی داره، طبیعت اون شیئه. بنابراین در عالم تکوین اگر بنا باشه من تشخیص بدم که آیا جایگاه این شیء اینجا هست یا نیست، باید ببینم مقتضای طبیعتش چیه. هر چیزی مقتضای طبیعتش هست همون رو رعایت بکنم. مثلا آب دادن به یک گلدان، با آب دادن به یک مزرعه، با آب دادن به یک حیوان، با آب دادن به یک گله گوسفند، اینها به حسب طبیعت متفاوت است. آب دادن به یک پرنده با آب دادن به یک فیل متفاوت. چه چیز این تفاوت رو ایجاد میکنه؟ مقتضای طبیعت اونها. لذا اگر بنا باشه ما استحقاق ها رو رعایت کنیم، باید طبیعت اشیاء رو بشناسیم و به مقتضای طبیعتشون در تکوینیات با اونها رفتار بکنیم. چنان که در خصوص تکلیفیات عزیزان، ما باید ببینیم مقتضا چیه، همون رو عمل بکنیم. مثلا صبح من از خواب بیدار شدم، میخوام نماز بخونم، آیا باید غسل کنم؟ آیا باید وضو بگیرم؟ آیا باید تیمم کنم؟ این مقتضای فعل شرعی چیه؟ اگر جنوب باشم باید غسل کنم، به شرط اینکه در زیر وقت نباشه. اگر نه جنوب نباشم باید وضو بگیرم. اگر عذری شرعی داشته باشم باید تیمم بکنم. بنابراین تکالیف نیز به مقتضای شرایطش تغییر میکنه. لذا ما باید هم مقتضیات افعال رو در تکلیفیات لحاظ قرار بدیم، هم مقتضای تبایع اشیاء رو در تکوینیات لحاظ قرار بدیم و کوشش بکنیم با اون معرفت تفصیلی که از اشیاء و مراتب مقامات و استحقاقها و تعیناتشون به دست میاریم، هر شیئی رو، چیزی رو بهش اعطا بکنیم که لیاقت و شایستگیش رو داره. خب حالا عنایت داشته باشید: و هو یقتضی السیاسات و اجراء الحدود و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و تهدید المعرف و ترغیب الراغب. خب اگر بنا باشه ما این کار رو بکنیم، لازمش اینه که در واقع در خصوص اشیاء و اشخاص سیاست الهی رو پایدار بکنیم. سیاست عزیزان در این اصطلاحی که اینجا به کار رفته است با سیاست به معنی امروزی کاملا متفاوته. سیاست به معنی امروزی که متضمن دروغ و فریب و در واقع غصب اموال مردم و قتل بیگناهان هست، سیاست نیست، این شیطنت در لسان متشرع. سیاست به معنی اداره عمومی خلقه.
و اداره عمومی خلق ایجاب میکنه که انسان بنابر مصلحت عموم مردم تصمیم بگیره و سیاست عزیزان کار ائمه خدا علیهم صلوات الله، غیر ایشون مجاز به سیاست نیستند. لذا در زیارت جامعه داریم وساست العباد، اداره کننده امور عباد و بلاد الهی ائمه خدا علیهم صلوات الله هستند، چون اونها معصومند، اونها دارای علم لدنی هستند، اونها دارای ولایت تکوینیه و قدرت تصرف در کائنات به اذن الهی هستند، اونها هستند که دارای ولایت تشریعیه هستند، اونها دارای ارتفاع جوهری هستند، افضل از جمیع خلایق در جمیع فضائل هستند و خداوند سبحان اونها رو به عنوان امام و پیشوا و حجت زمان فراروی خلق قرار داده است. لذا اجرای سیاست، اجرای حدود، امر به معروف و نهی از منکر در معنای اتم و اکملش باید توسط ائمه خدا علیهم صلوات الله انجام بگیره. انتها اینجا از باب این که ایشون میخوان عدل رو در حوزه عباد الهی تبیین بکنن، این بیان رو فرمودن، بیان درستی هم هست. چرا؟ چون سایر مردم عزیزان اگر به سیره ائمه خدا علیهم صلوات الله اقتدا بکنن، به عصمت اونها عادل خواهند بود. یعنی با تکیه بر عصمت ائمه خداست که عدالت حاصل می شود. لذا می فرمان و هو یقتضی از سیاست. حالا این عدل به این مفهومی که برای شما بیان کردیم و گفتیم که رعایت میانه روی، اجتناب از افراد و تفرید، قرار دادن هر شیء در موضع شایسته‌ای که خداوند سبحان برای اون مقدر و مقرر داشته است، این حاصل نمیشه جز با معرفت به تفاصیل اشیا، به مراتبشون، مقاماتشون، استحقاقهاشون و تعیناتشون و این که ما به هر موجودی اون چیزی رو که مقتضای طبیعتش هست در نظام تکوین و اون چیزی که مقتضای تکلیف الهی است در نظام تشریع اعطا بکنیم. خب این لازمش چیه؟ و یقتضی است که مقتضای این امر اجرای سیاست الهی است، اجرای حدود است، امر به معروف و نهی از منکر است و تهدید کسانی است که از حق اعراض میکنن و تشویق کسانی است که نسبت به حق رغبت دارن. اینها همه از مصادیق و مقتضیات عدل به شمار میان و هاذا شأن الصدر و القلب. حالا اگر بنا باشه ما در واقع عدل رو به نحو صحیح اجرا بکنیم، باید معرفت نسبت به تفاصیل اشیا پیدا بکنیم و در واقع هر شیئی رو اون چیزی که استحقاق داره بهش اعطا بکنیم و این دو تا کار عزیزان فقط از قلب و صدر، یعنی مرکز تفکر و تصمیم گیری انسان ساخته است. مرکز تعقل و تفکر و تصمیم گیری در انسان رو بهش میگن قلب و صدر. اینجاست که این اتفاق میفته. خداوند سبحان قلب و صدر رو از این جهت خلق کرده که بتوانن معرفت تفصیلی لازم و نسبت به اشیاء پیدا بکنن و به هر چیزی اون چی که استحقاق داره رو اعطا بکنن. اما دقت بفرمایید، این صدر و قلب که مرکز تفکر و تصمیم گیری در ما انسان ها هستن، برای این امر خلق شدن، ولی زمانی میتوانن عدالت رو پایدار بکنن، من جهته مل خلقیه حال کونه ما مستنیرین به نور رسالت و نبوه. زمانی این صدر و قلب می توانند وظیفه عدالت رو به خوبی به جا بیاورند که نورشون رو از رسالت و نبوت عکس کرده باشند. یعنی بدون نور وحی عزیزان، نه دستگاه تفکر ما و نه دستگاه تصمیم گیری ما نمی تواند جایگاه های اشیاء رو درست تشخیص بده، حق رو نمیتواند تشخیص بده، مستحق رو نمیتواند تشخیص بده به نحو دقیق و صحیح. البته به نحو کلی و عمومی چرا، ولی به نحو دقیق و صحیح نه. لذا زمانی مراکز تفکر و تصمیم گیری ما میتوانند به نحو صحیح و دقیق عمل بکنن که منور به نور رسالت و نبوت بشوند.
حالا در خصوص شخصیت رسول و نبی به لحاظ این که متصف به رسالت و نبوت هستند، این امر به نحو مستقیم اتفاق میفته و چون به اون بزرگواران وحی میشود و علم اونها متصل به علم خداست و از مقام عصمت برخوردار هستند، در واقع تفاصیل اشیاء رو نسبت بهش معرفت دارند و به هر شیء و شخصی اونچه که استحقاق دارد رو اعطا میکنن و هر چیزی رو در جای شایسته خودش قرار میدهند و افراط نمیکنن، تفریط نمیکنن، بلکه رعایت میانه روی رو میکنن، چون به وحی الهی تکیه دارن و وحی الهی مبتنی بر حکمت متعالیه حضرت حق است. اما لازم نیست برای دستیابی به عدالت الزاماً انسان رسول یا نبی باشد، بلکه اگر به رسول و نبی متصل هم باشد میتواند نسبت به تفاصیل اشیاء معرفت پیدا کند و به هر شیء اونچه رو که استحقاق دارد اعطا کند. لذا میفرماد و هازا شأن الصدر و القلب من جهته مل خلقیه حال کونه ما مستنیرین به نور رسالت و نبوه بالاتصاف به ما او بالاتصال به ما، با اتصال به مقام رسالت و نبوت هم این معرفت تفصیلی برای ما حاصل می شود و ما می تونیم بر اساس اون به هر شی و شخصی اونچه رو که شایسته است اعطا بکنیم. ولذلک فسر العدل فی اخبارنا به محمد انشاء الله علیه و آله و سلم لاختصاص نبوت و رسالت بهی صلی الله علیه و آله و سلم فی زمان تخاطب. لذا ملاحظه می فرمایید در اخبار وارد از ناحیه ائمه هدا علیهم صلوات الله کلمه عدل در آیه شریفه به وجود نازنین حضرت ختم مرتبت مؤید مجتبی محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه تفسیر شده است، به لحاظ این که عزیزان اون بزرگوار آخرین حلقه از سلسله انبیاء الهی هستند و در زمانی که این آیه نازل شده است نبوت و رسالت به اون بزرگوار اختصاص داشته است. لذا تفسیر کلمه عدل در آیه شریفه به وجود ناظرین حضرت قطب مرتبت کاملا درسته، چون زمانی که آیه شریفه نازل شده است در واقع زمانی است که مردم دوران نبوت و رسالت حضرت ختمی مرتبت رو تجربه می کنن و با رعایت اوامر و نواهی ایشون هست که می توان نسبت به اشیاء معرفت تفصیلی پیدا کرد و به هر چیزی اونچه رو که استحقاق دارد اعطا کرد. لذا عزیزان این تفسیر رو ایشون تصحیح می کنن و صح تفسیره بالنبوه و الرساله. بله این تفسیر درسته که ما اصلا کلمه عدل رو به نبوت و رسالت تفسیر بکنیم، چون عزیزان دستیابی به معرفت تفصیلی نسبت به اشیاء مراتب مقامات استحقاقها و تعینات اونها و قرار دادن هر شیئی در موضع شایسته‌ای که خداوند سبحان برای اون مقدر و مقرر داشته است اصلا بدون وحی امکان پذیر نیست. لذا ملاک و معیار عدل نبوت و رسالت است. لذا تفسیر عدل به نبوت و رسالت هیچ اشکالی نداره، کلمه تام و تمام است. و صح تفسیره به نبوت و رساله و به ورع کل شیء موضعه. بله صحیحه که ما عدالت رو این گونه معنا بکنیم، تعریف بکنیم، قرار دادن هر شیء در موضع شایسته‌ای که خداوند سبحان برای اون مقرر و مقدر داشته است. و همچنین صحیحه که تفسیر بکنیم به توسط بین الافراط و تفریط فی جملت الامور. اشکالی هم نداره که بگیم منظور از عدل رعایت حد اعتدال و توسط در امور و اجتناب از افراط و تفریط هست، این هم اشکالی نداره. حالا از این عنایت بفرمایید، حاجب این که ما در وقت محدودی این برنامه رو ارائه میکنیم به همین حد اکتفا میکنیم که عنایت داشته باشید عزیزان پایدارسازی عدالت بدون اتصال به وحی امکان پذیر نیست. یعنی ما انسان ها با اتکا به عقل خودمون به تنهایی قادر به
دستیابی به معرفت تفصیلی نسبت به اشیاء نیستیم و نمیتوانیم به هر شیئی اون چی رو که استحقاق دارد اعطا بکنیم. اون چیزی که میتواند اون معرفت تفصیلی رو به ما اعطا بکند و میتواند ما رو بر آن دارد که رعایت استحقاق ها رو در اعطا داشته باشیم، وحی الهی، نبوت و رسالت هست که بدون اتصال به این وحی امکان پایدارسازی عدالت وجود ندارد. لذا کسانی که مدعی هستند می توانند عدالت رو پیاده کنند و به عنوان شعاری عموماً سیاستمدارا روی این موضوع تاکید و تکیه دارند و برای فریب مردم از اون استفاده می کنند، طبق این آیه شریفه اصلاً کاری است که از دست اونها ساخته نیست، چون اونها کفایت ها و لیاقت های لازم برای پایدارسازی عدالت رو ندارن، چون متصل به وحی الهی نیستن. نه فقط متصف به نبوت و رسالت نیستن، بلکه متصل به نبوت و رسالت هم نیستن، در حالی که عدل زمانی محقق می شود که فرد اگر متصف به نبوت و رسالت نیست، لااقل متصل به نبوت و رسالت باشد، که عموماً اهل سیاست کافرن، ملحدن، مشرکن، منافقن، فاسقن و ربطی به نبوت و رسالت ندارن که ما اونها رو متصل به مقام نبوت و رسالت بدانیم و از اونها توقع عدل داشته باشیم. این مال بحث تعریف عدل. اما میدونید تعرف الاشیاء به ازدادها، اشیا عزیزان گاهی با ضدشون شناخته میشن. این کلمه عدل یه ضدی داره به نام ظلم. وقتی عزیزان کلمه ظلم رو هم با هم دیگه ببینیم، متوجه میشیم مفهوم در واقع عدل چیه. در همین تفسیر بیان السعاده در ذیل آیه شریفه و من ازلم ممن مساجد الله، عنایت بفرمایید عزیزان این آیه شریفه رو، و من ازلم ممن مساجد الله ایذکر فیها اسمه، عنایت بفرمایید در ذیل این آیه شریفه که آیه 114 سوره بقره است، ایشون کلمه ظلم رو محققانه تبیین فرمودن که با هم دیگه کلمه ظلم رو هم مرور میکنیم. با تعریف ظلم عزیزان ما میتونیم دیدگاه دقیقتر و صحیحتری از عدل داشته باشیم، به این معنا که عدل رو از زاویه ضد اون که ظلم هست هم مورد توجه قرار میدیم. با توجه به تعریفی که از عدل ارائه کردیم، ظلم عزیزان ضد عدله. حالا ظلم چیه؟ و ظلم و وضع شی فی غیر ما ور اله و منعه اما ور اله. منظور از ظلم قرار دادن هر چیزی در غیر اون جایگاهی است که خداوند سبحان برای اون مقرر و مقدر داشته است، و منع کردن اون شی از چیزی است که برای اون قرار داده شده است. به این معنا که عزیزان خداوند سبحان هر مخلوقی رو در این عالم خلق کرده، برای اون جایگاه شایسته ای رو تعریف کرده. حالا اگر ما اون شی، اون شخص رو در غیر جایگاه شایسته ای که خداوند سبحان برای اون مقرر و مقدر داشته است قرار بدیم، این میشه ظلم. ولذا فسر به اعطاء الحق لغیر المستحق. لذا ملاحظه می‌فرمایید در تعریف ظلم، ظلم رو این گونه تفسیر کردن، یعنی اعطاء حق به غیر مستحق. شما حق رو به کسی بدید که استحقاق دریافت اون حق رو ندارد، کسی که ذی حق نیست، مستحق نیست، شما حقی رو بهش بدید، این میشه ظلم. و منع الحق من المستحق، این که یک حقی رو از کسی که شایستگی دریافت اون حق رو دارد منع بکنید، این هم ظلمه. یک کسی
لیاقت دارد، شایستگی دارد، استحقاق دارد که این حق رو دریافت بکنه. من مانع دریافت حق او بشم، این هم میشه ظلم. و هو ینشأ من ظلمة النفس. حالا چرا این ظلم به این صورت اتفاق میفته که من اشیا و اشخاص رو در غیر جایگاه های شایستشون قرار میدم، یا حق رو به غیر مستحق اعطا میکنم یا حق رو از مستحقش منع میکنم؟ این ریشه در ظلمت نفس داره عزیزان. وقتی نفس انسان ظلمانی باشد، منور به نور عقل، منور به نور وحی نباشد، در این تاریکی نفسانی این ظلم از انسان صادر می شود. لذا می فرمان و هو ینشأ من ظلمت نفس و عدم استنارتها به نور العقل و لذا اشتق اسمه منها. اگر نگاه می کنید ظلم رو میگن ظلم و با کلمه ظلمت فقط در یک تاء تعنیس تفاوت داره. ببینید ظلمت به معنی تاریکی و ظلم به معنی تجاوز به حقوق دیگران فقط در یک تاء تأنیث با هم دیگه متفاوتن و در واقع ظلم اسمی است که مشتق شده است از ظلمت، بدین لحاظ عزیزان که ظلم از کسی صادر نمی شود مگر اینکه نفس او ظلمانی باشد و به نور عقل و وحی منور نشده باشد. کسی که عزیزان نفس او منور به نور عقل و وحی باشد، جایگاه های اشیاء رو تشخیص می دهد، حق رو تشخیص می دهد، مستحق رو تشخیص می دهد و هر شی و شخصی رو در جایگاه شایستهی که خداوند سبحان برای اون مقرر و مقدر داشته است قرار می دهد. اما وقتی نفس انسان در ظلمت فرو رفته است، منور به نور عقل و وحی نیست، اصلا حق و مستحق رو تشخیص نمی دهد، اشیا و مواضع اونها رو تشخیص نمی دهد. لأن من اظلم نفسه ولم يستطع برياء العقل ولم يكن تابعا لولي الامر لا يتميز الحق والمستحق عنده. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه کسی که عزیزان از نور عقل و وحی استفاده نکند و نفس خود را در ظلمت جهل و هواپرستی فرو ببرد و به نور عقل منور نباشد و از ولی امر و حجت زمان خود تبعیت نکند، نمیتواند حق و مستحقی که نزد او هست رو تشخیص بدهد. و من لم یمیز الحق و المستحق لا یمکنه اعطاء الحق للمستحق. و کسی که نتواند حق و مستحق رو تشخیص بدهد، برای او امکان ندارد که حق رو به مستحق اعطا بکند و در نتیجه و یؤت الحق لغیر المستحق، حق رو به کسی اعطا می کند که استحقاق دریافت اون حق رو ندارد. و یمنع المستحق عن الحق فی عالمه الصغیر و در نتیجه مستحق رو از حق محروم می کند، منع می کند، حتی در عالم صغیر درونی خودش، یعنی در کشور وجود خودش. فإن لكل من قواه و مداركه و اعضائه حقا. هر یک از قوای ما، هر یک از احساسات و عواطف و مدارک ما، هر یک از اعضا و جوارح ما دارای حقی هستند. و لكل واحد منهما منها مستحقا. هر یک از این قوا، هر یک از این احساسات و عواطف و مدارک، هر یک از این اعضا و جوارح دارای مستحقی هستند که این حق باید به اون مستحق داده شود. و هو حق له، که در واقع این قوه، این مدرک، این اعضا و جوارح حق اوست و باید به او داده شود. خب و ینبغی اعطاؤه لذلک المستحق، شایسته است که این قوه، این مدرک، این عضو، این جریحه در اختیار او قرار بگیرد و صرف او بشود. ینبغی اعطاؤه لذلک المستحق و هو العقل المنقاد لولی الامر. حالا اون عضوی از وجود ما که باید این قوا و مدارک و اعضا و جوارح در اختیار او قرار بگیرد و در واقع
حق اوست که از این امکانات و استعدادها استفاده بکنه، عقلی است که مطیع و فرمان بردار حجت زمان خود و ولی امر باشد. امام معصومی که خدا او را به عنوان حجت زمان تعیین کرده است، لذا حق اوست که این امکانات، این استعدادها در اختیار او قرار بگیرد. عقلی که خود مطیع و فرمانبردار حجت زمان و ولی عصر خود هست. حالا این ولی و ولی امر میتواند پیغمبر باشد، میتواند وصی پیغمبر باشد. و اذا صار ظالما فی عالمه الصغیر صار ظالما فی العالم الکبیر بالنسبت الى من تحت یده و الى غیرهم. حالا اگر کسی نتواند عدالت رو در کشور درونی خودش، در عالم صغیر درون خودش پیاده سازی بکند و قوا و مدارک و اعضا و جوارح خود رو در اختیار عقلی که منقاد ولی امر و حجت زمان هست قرار ندهد، رعایت استحقاقها و حقوق رو در حوزه درونی خود نکند، خب طبیعتاً در عالم صغیر خود ظالم است. و کسی که در عالم صغیر خود ظالم است، در عالم کبیر هم به نسبت کسانی که تحت سرپرستی او هستند ظالم خواهد بود. حتی ظلم او دایره وسیع‌تری پیدا خواهد کرد و به افرادی که حتی تحت سرپرستی او نیستند هم این ظلم سرایت خواهد کرد. شما عزیزان، مثلا شخصیتی مثل ابوبکر، مثل عمر، مثل عثمان، مثل معاویه و یزید رو در نظر بگیرید، لعنت الله علیهم اجمعین. اینها در وهله اول مطیع و منقاد ولی امر و حجت زمان خودشون نبودن. تازه قوای درونی اونها از قوه غضبیه و شهویه، اینها تابع عقل نبودن و در نتیجه اونها پیش از این که به افراد تحت سرپرستی خودشون ظلم بکنن، بیش از این که به افرادی که در خارج قلمرو حاکمیت اونها هستن ظلم بکنن، در حوزه نفسانی در عالم صغیرشون به خودشون ظلم کردن، یعنی هوا و هوس رو بر عقل غالب کردن و از اطاعت و انقیاد در مقابل حجت زمان خودشون سرباز زدن و منحرف شدن و در نتیجه ظلم اونها در وهله اول به افراد تحت سرپرستیشون و بعد به غیر اونها تسری کرد و لجنزاری رو به وجود آورد که همکنون شاهد بقایای اون هستیم و این سیر عزیزان تا آینده نامعلوم استمرار خواهد داشت. ولا اقل من الظلم هو منع نفسه عن المستحق الذي هو ولي امره. کمترین ظلمی که عزیزان از یک انسان هواپرست، از یک انسانی که خشم خود رو به خوبی مدیریت نمی کند، هوس خود رو به خوبی اداره نمی کند و هوا و هوس رو بر عقل غالب می کند، اقل مرتبه ظلمی که ازش صادر می شود اینه که نفس خودش رو از مستحقی که ولی امر و حجت اوست محروم می کند. در واقع من به عنوان عبد باید فرمان بردار رب خود باشم. فرمان برداری از رب من به اطاعت از ولی امری خواهد بود که خداوند سبحان فراروی من قرار داده است. حالا این ولی امر یک وقت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند، یک وقت وصی هستند که ایشون تعیین کرده اند، گفتن از ایشون تبعیت کنیم. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این ولی امری که خداوند سبحان امر به اطاعت او کرده است، استحقاق دارد که من خود رو تقدیم او بکنم و بدون قید و شرط فرمان بردار او باشم. چرا؟ چون اون بزرگوار معصوم است، دارای علم لدنی است، دارای ولایت تکوینی است، دارای ولایت تشریعی است، دارای ارتفاع جوهریه. اون بزرگوار در جمیع فضائل از جمیع کائنات برتر و بالاتر است و
و خداوند سبحان او رو به عنوان حجت فراروی من قرار داده. لذا من باید خود رو تسلیم امر و نهی او بکنم. حالا اگر این کار رو نکنم در واقع ظلم کردم و این اقل ظلمی است که از یک انسان ممکنه صادر بشه. ولا اقل من الظلم هو منع نفسه عن المستحق الذي هو ولي امره. حالا کسی که عزیزان هوا و هوس بر عقل او غالب شود و خود رو تسلیم حجت زمان خود نکند، یتدرج فی هذا الظلم حتی ينتهی امره الى منع المستحق الذي و قایت القایات الذي هو ولی الامر نبیا کان ام وصیا عن الحق الذي هو قایت الحقوق و نهایت العبادات و هو ذکر اسم الله علیه ذکر اسم الله تعالی انده و فیه و له کما قال تعالی ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. عنایت بفرمایید. فردی که عزیزان ظلم رو از مدار نفسانی خود آغاز بکنه، این ظلم به صورت مواج به افراد تحت سرپرستی او و بعد به افرادی که در خارج از قلمرو به او هستند تسری خواهد کرد. در این ظلم عزیزان اونقدر پیش می رود تا منتهای امر او این خواهد بود که در واقع بزرگترین حقها را از بزرگترین مستحقها منع خواهد کرد. خب بزرگترین مستحقی که استحقاق همه مادون او هست که ذات اقدس احدیت جلت اسماؤه و عظمت آلاؤه هست، حق او چیه؟ عبودیت و بندگیه. حالا کسی که عزیزان تو دایره ظلم پیش بره، این عبودیت که حق خدا هست رو به مستحقی که ذات اقدس احدیت هست اعطا نخواهد کرد، منع حق می کند. یعنی بزرگترین حق رو از بزرگترین مستحق منع می کند. چنان که بعد از عبودیت موضوع ولایت هست. حالا ولایت گاهی در وجود نازنین رسول خدا، گاهی در وجود ائمه هدا علیهم صلوات الله ظهور پیدا می کند. بعد از این عزیزان فرد اونقدر تو وادی ظلم پیش می رود که به جای اطاعت و انقیاد در مقابل حجت زمان خودش، حالا یا رسول خدا یا ائمه هدا، بزرگترین حق رو که اطاعت از اون بزرگواران هست، انقیاد نسبت به اونها هست، از این بزرگترین شخصیت ها که خلفای الهی روی زمین هستن معنی می کنه. البته اینجا عبارت ظریفی دارن که باید بعدن انشاءالله مفصل خدمت شما توضیح بدم که قایت حقوق و نهایت عبادات که ذکر اسم الله تعالی نزد ولی حق و در وجود ایشون و برای ایشون هست، بحثی مفصل داره که انشاءالله بعدها خدمتون عرض خواهم کرد. اما و اما تابع لولی الامر، حالا اگر کسی عزیزان عقل خود رو به اطاعت در مقابل حجت زمان خود وادارد و تابع ولی امری که خدا برای او تعیین کرده است بشود، فانه اذا کان آخذا من ولی امره عاملا به امره تارکا لما نهى عنه، و کوشش بکنه اون معارف تفصیلی لازم برای تشخیص جایگاه های اشیا و اشخاص رو از ولی امر خود بگیرد، هرچه رو او امر می کند این عمل کند، هرچه رو نهی می کند منتهی شود، کان عادلا به عدله مستنیرا به نوره و این لم یکن مستنیرا به نفسه. یه چنین کسی به مقام عدالت می رسه در افعال خودش، به محور عدالت میرسه که چی؟ عدالت او عدالتی ذاتی و قائم بر ذات نیست، بلکه با گرفتن نور از حجت زمان خودش هست که میتواند جایگاه های اشیا و اشخاص رو تشخیص بدهد و به هر مستحقی حق اون رو اعطا بکند و در واقع به اسمت حجت زمان خودش، حالا یا نبی و رسول یا امام و ولی، به هر حال به عدالت او
در واقع او هم می شود عادل، چون از سیره او تبعیت می کند و از فرمان او پیروی می کند، امر او را عمل می کند و از آنچه که نهی می کند امتناع می ورزد. لذا به عدالت و عصمت اون حجت او هم عادل می شود، گرچه در حد نفس خودش نه نوری دارد که بتواند نسبت به اشیاء و اشخاص معرفت تفصیلی پیدا بکند و نمیتواند به حق رو و مستحق رو تشخیص بدهد و حق رو به مستحق اعطا بکند. بنابراین اونچه که عزیزان میتواند ما رو در مقام عدالت قرار بدهد در حوزه عدالت عباد الهی، اگر بنا باشه ما رفتاری عادلانه داشته باشیم، باید توجه کنیم تمام قوا و استعدادهای درونی ما باید به اطاعت حجت باطنی ما که عقل هستند در بیاد. و العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، و عقل چیزی است که خدا با اون پرستش می شود و پرستش خدا عزیزان جز با اطاعت از حجت هر زمانی قابل تحقق نیست. ممکنه من یه کارهای خوبی به نظر خودم انجام بدم، ولی اگر مطیع و فرمان بردار حجت زمان خودم نباشم، در واقع اون کار خوب رو در جایگاه شایسته انجام ندادم، از نور ولی زمان خودم بهره نگرفتم و رعایت استحقاقها رو نکردم. اما اگر کوشش بکنم اون معرفت تفصیلی لازم رو از اشیا و اشخاص از ولی امر خودم بگیرم، به اوامر او عمل بکنم، از نواهی او امتناع بکنم و در واقع اونچه که ایشون نهی کرده است منتهی بشوم، به عصمت و عدالت مطلق اون شخصیت نازنین و وجود بلند مرتبه من هم عادل می شوم. چرا؟ چون از نور او منور شده ام و به واسطه اون نور جایگاه های اشیا و اشخاص رو تشخیص می دهم، حق رو می شناسم، مستحق رو می شناسم و حق رو به حقدار اعطا می کنم. این تفسیری بود که ازتون لازم بود در زیل آیه شریفه ان الله یأمر بالعدل والاحسان در خصوص عدل و ضد اون ظلم داشته باشیم، که امیدوارم مورد استفاده عزیزان واقع بشه. از حسن استماع شما سپاسگزارم و همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. فقط اجمالا عنایت داشته باشید عزیزان، ما به دلیل ضیق وقت نتونستیم این دوتا تعریف رو مفصل و کامل ارائه بکنیم. انشاءالله در برنامه‌های مفصل‌تر روی این دو موضوع توضیحات بیشتری رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. موفق باشید. همه شما رو به پروردگار منان می سپارم. در پناه حق.